پدر من در زمان جنگ جهانی دوم بودش که با بورس حزب جهاپه به ترکیه میاد برای تحصیل در کنسرواتوار شبانه‌روزی آنکارا. اونجا با مادرم آشنا میشن، عاشق هم میشن و ازدواج میکنن. یعنی پدرم فارغ التحصیل که شد با فوق لیسانس آهنگسازی به ایران برگشت. مادرم هنوز یک سال تا فارغ التحصیلش بود، برای همین یک نامزد کردن، یک سال بعد هم پیش او رفت و در 22 سالگی تابع ایران شد، تابعیت ایران رو گرفت و شروع به فعالیتش کرد. فوری تو کنسرواتوار عالی موسیقی تهران معلم آواز شد و فعالیت‌های بزرگش رو شروع کرد. چندین گروه کر بنیانگذاری کرد، اپرای تهران رو بنیانگذاری کرد. پدرم در این موقع چیکار کرد؟ یه آدمی بود که اعتقادات خیلی صادقانه‌ای داشتش، چپی بود مثل همه روشنفکران اون موقع. صادقانه اعتقاد داشت که تمام مردم باید حقشون با هم یکسان باشه و برای این جونش هم میداد. درست زمانهای آخر شاهنشاهی بابا رنگین کمون رو نوشت. مامانم گفت الان اگه بنویسی وقت چیز امکان اجراشو داریم، چون یه همچین کوری هست اینا. که اون بابا هم رنگین کمون رو نوشت، شهبانو پشتیبانی کرد و گروه کر فرح به وین رفت و با ارکستر سمفونیک رادیو وین این آلبوم در اومد. در پاریس تکثیر شد، به ایران فرستاده شد. سال 57 بود، رژیم تغییر کرد، تمام اینها تو انبارها تقریبا پوسید. من تست کردم یه دینی دارم میدونید و با عشق شروع به این کار کردم. خصوصا از قبلم شروع کردم، ولی بعد از فوت پدرم دیگه تقریبا فول تایم کار من این شده. 15 ساله همون پروژه چهارشنبه سوری که شما گفتین تقریبا 8 سال طول کشید بستنش. 1 ساعت موسیقی وقتی گوش میکنیم، ولی من 8 سال روش کار کردم. چرا؟ چون که اینا دست نوشته‌های بابام بود روی میز، من اینا رو به صدا در آوردم. رنگین کمون اول یک حالت شادی داره، یه حالت دلبازی داره. چهارشنبه سوری یه سیاهی داره، البته تو سیاهی خودش خوشگله. من اینا از نوتش هم از زبون بچه نوشته شده، ولی یکیشو فرض کنین یه بچه قبل از انقلاب نوشته، یکیشو یه بچه بعد از انقلاب نوشته که جنگ دیده، سیاهی دیده، انقلاب دیده، هزار جور چیز دیده. برای همین مادرم گفت اسم این درست نیست که رنگین کمون دوم باشه. منم فکر کردم، گفتم چهارشنبه سوری، چون پدرم همیشه چهارشنبه سوری رو خیلی دوست داشت، نوروز ها رو خیلی دوست داشت و خیلی ناراحت بود که یه مدت میخواستن اسم چهارشنبه سوری رو عوض کنن یا عید نوروز رو اهمیتی که لازم بود بهش ندن، و برای همین نوشت. حتی برگردانش هم هست که میگه کاش که هر روز بود روز نوروز، کاش که هر شب بود چهارشنبه سوری. پدرم چهارشنبه سوری فوت شد، روز نوروز به خاک سپرده شد.